سلام و گرم به شما عزیزای دل. بریم بخش بعدی طرحمون رو پیاده سازی کنیم. این بخش رو فقط از اینکه شروع کنیم ممنون میشم واسه حمایت از من و انگیزه دادن واسه تولید محتوای بیشتر ما رو دنبال کنیم و در شبکه‌های اجتماعی ما رو به اشتراک بذارید. اسم این ویجت در فلاتر چک باکس مثلا نمیذارم روی ترو. اینم یه چیز اینجا وارد میگم که فقط ببینین تا ساعت چه قراره. این فرما رو اگه دقت کرده باشین فرمای ثبت نام یه همچین چیزی دارن که مثلا میگه شما تحصیل کرده این شما میزنی آره. ما مثلا ویژگی ها رو میگم با چک زدن پر میکنیم. حالا اینو میخوایم پیاده سازی کنیم، پاکش میکنیم که یک چیزی داره به اسم چک باکس لیست تایپ. اینو میخوایم چون اینجا اگه دقت کرده باشین یه دونه متن هم داره، با این متن میخوایم پیاده سازیش کنیم. مقدار اولیه‌اش رو میذارم روی فالس، آن چینجش رو خالی میذارم. اینو همه رو بهتون توضیح میدم که داستانش از چه قراره. اینم به این صورت مینویسم. یه پراپرتی داره به اسم تایتل که اینجا مینویسم قوانین رو مطابق با قوانین موافقم. ویجت تکست میذاریمش و ذخیره تمام شد رفت. استایلش رو باید عوض کنیم. این پراپرتی رو اضافه میکنیم روش. اگه نگه داریم به اون میگه چه کلاسی میخواد. این اصلا کپی میکنیم اینجا پیست میکنیم دات رو میزنیم و اینو میذاریم روی این. تمام شد رفت، دقیقا مثل استایلی که ما مقسم شد. مورد بعدی اینه که باید این بخشم استایلش رو عوض کنیم. بگیم که تکست استایل فونت ویتد باشه روی بولد، فونت سایز باشه روی مثلا 12 یا 14 رو 14 میذارم ببینم چجوریه، و فونت فامیلی باشه روی شبنم. ذخیره میکنم اینو میذارم روی 12 و اینم حذف میکنم، بهش نیاز ندارم. این از تره. این فقط قوانین رو ذخیرهش میکنم. الان بیشتر شبیه شد روی 14 بذارمش ببینم میشه صورت 14 فارسیه. اینم الان بهتره. مورد دیگه اینو بذارم روی ترو ببینم استایلش به چه صورتیه. بنفشه. میام اینجا رنگش رو باید عوض کنم. نمیسم کالر این بلو و 400. رنگش درست شد. حالا چجوری باید اینو درست کنیم بعد از هر بار کلیک جلوتر بهتون یاد میدم، چون باید یه سری چیزها رو بهتون قبلش بگم. پس تو این قسمت اومدیم اینو پیاده سازی کردیم.